گراهام، تاریخ نگار امریکایی، در کتاب سراب قدرت در ایران می نویسد ایران تا اوایل دهه 40 به طور کامل خودکفا بود و کمبودهایش را نیز از طریق صدور پنبه، میوه و خشکبار جبران می کرد. اما به تعبیر ابراهامیان در ایران بین دو انقلاب، محمد رضا پهلوی به دنبال احیای وجهی از دست رفته خود، پیشنهاد امریکایی‌ها در زمینه اصلاحات از بالا را به منظور جلوگیری از تحولات اجتماعی پیشبینی نشده، نظیر آنچه در روی کار آمدن دولت مصدق اتفاق افتاد، پذیرفت. در این راستا طرحی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم طراحی شد که در اولین مرحله دولت به اصلاحات اراضی روستایی روی آورد. البته از عمده نتایج اصلاحات ارضی به وجود آمدن طبقه جدیدی از کشاورزان بود که زمینی به دست نیاوردند و برای کار به شهرها مهاجرت کردند که خود از عمده معترضین به سیاست‌های رژیم و مشارکت کنندگان اصلی در تظاهرات‌ها علیه شاه شدند. در ادامه این اصلاحات به روایت عمادالدین باقی، حقوقدان و نویسنده ایرانی، در بررسی انقلاب ایران لایحه‌ای تحت عنوان انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد که به زنان حق رأی می‌داد و سوگند خوردن به قرآن را ملغا کرد. در عوض افراد در هر دینی بودند می‌توانستند به کتاب آسمانی خود سوگند یاد کنند. این لایحه که هجوم شاه به ارزش‌های مذهبی تلقی می‌شد با مخالفت جدی مردم و روحانیت مواجه شد، تا جایی که امام خمینی رحمت الله برای سخنرانی‌های افشاگرانه‌ای در راستای روشنگری اهداف اصلی انقلاب سفید انجام داده بودند، به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مخالفت با این برنامه در مقابل شاه ظاهر شدند و در ادامه به قیام 15 خرداد و دستگیری و تبعید امام خمینی منجر شد که نقطه عطفی در مبارزات مردم علیه شاه محسوب می شود. البته این قانون بعد از انقلاب در سال 63 به دلیل مغایرت با شرع از سوی شورای نگهبان ملغا شد و در سال 81 در قالب شورای اصلاحات ارضی با مجموع قوانین جدیدی راه اندازی شد.